میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. اسماعیل خویی، شاعر بزرگ میهنمان از میان ما، به جهان زوال ناپذیر فرهنگ و ادب ایران و جهان به سفر رفت. سفر اسماعیل خویی برای ما قبنی عظیم است و باید با فکر کنم رودکی هم صدا شد که هزار سال پیش سرود برای سفر شهید بلخی، شاعر و فیلسوف ایرانی که کاروان شهید رفت از پیش، زان ما رفته گیر و میاندیش. و از شماره دو چشم یک تن کم، و از شماره خرد هزاران بیش. حکایت اسماعیل خویی نیز منطبق است بر شعر رودکی: و از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خرد هزاران بیش به سفر رفت. وقتی من خبر سفر این استاد ارجمند و انسان اهل درد و مسئولیت و این شاعر بزرگ رو شنیدم، بی اختیار به یاد کلام یکی از نویسندگان افتادم، اسمش یادم نیست، نویسندگان آلمانی در مورد شاعر، فیلسوف و نویسنده آلمانی نیچ یا نیچه. نویسنده اثر چنین گفت زرتشت، که گفته بود مرگ نیچه مانند فرو ریختن کوهساری عظیم بود و همه ما را به خود آورد. من فکر میکنم که سفر اسماعیل خویی نیز این چنین است: فرو ریختن کوهساری عظیم و یکی از ستونهای اصلی شعر ایران. در طول دوران پس از مشروطیت، به خصوص پس از برآمدن رضا شاه، ما شاهد آن شدیم که در ایران ادبیات ما، موسیقی ما، داستان نویسی ما، تئاتر و بسیاری از شاخه‌های هنری رشد کردند و نمایندگان خودشون رو خلق کردند. کسانی که همسن و سال من باشند میشناسند این شخصیت ها رو، شاعرانی مثل احمد شاملو، اسماعیل خویی، اخوان سال، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، شفیع کدکنی، سهراب سپهری، یدالله رویایی و بسیاری دیگر، کسانی که ستونهای شعر معاصر کلاسیک و ملی ما رو نمایندگی می کنند، کسانی که ادامه اصیل شاعران استخاندار و بزرگ میهن ما مثل فردوسی، مثل خیام، حافظ، سعدی و همتهای اونها هستند. از این نسل چیزی باقی نمانده. با ظهور خمینی که یکی از اصلی ترین دشمنان هنر و فرهنگ و ادب ایران بود، هم به طور شخصی هم به طور مکتبی، که مکتب خمینی، مکتب سیاه خمینی، از آغاز ورود به ایران به دشمنی
با فرهنگ و هنر ایران، زبان ایران، اندیشه ایران کمر بست. و همینجا با اینکه اسماعیل خویی فیلسوف بود و جهان فلسفی خاص خودش رو داشت و این جهان به اطلاع شعر او کمک کرده بود، ولی میخوام تأکید بکنم اسماعیل خویی به تبع شاعر بودن خود ایستاد و نه به تبع فیلسوف بودن خود، زیرا اسلام عزیز موفق شد فلسفه رو در هم خورد بکنه و ما به جز چند چهره مثل زکریای رازی یا خیام یا میتوان گفت ابوعلی سینا ما فیلسوف نداریم، برای اینکه فلسفه مهات شد در اسلام و مرزهای سرخ مکتب به فیلسوف که نخستین خصیصه اون آزاداندیشی است اجازه نمیداد که بیاندیشد. در حقیقت فیلسوفان درون قفس تنفس میکردند و بزرگترین اونها مثل ملا صدرا، حاج ملا هادی سبزواری و یا حتی میخوام تأکید بکنم عزیزانی مثل مولانا در این قفس تنفس میکردند. اون بخشیشون که فیلسوف بود و همواره از یک تناقض عظیم فیلسوف ایرانی رنج میبرد، ولی شعر شاعران راستین تسلیم این قفس نشدند و ما شاهدان بودیم که فردوسی نماینده فرهنگی هویت ملی ایرانی، زبان ایرانی، کتاب پرارزش خودش رو اختصاص داد به اساطیر ایرانی، افسانه های ایرانی، قهرمانان ایرانی و نه پیامبرنامه نوشت و نه امام نامه نوشت و نه خلیفه نامه، زیرا شعر توانی بیشتر از فلسفه داشت، یا خیام. و با این که بسیاری از شاعران ما متناقض بودند به دلیل اینکه در عین شاعر بودن تنفسش در فضای اسلامی بود، امثال سعدی، امثال عطار، و این تناقض اونها رو کند میکرد و بدآموزی به شعر اونها وارد میکرد، ولی در عین حال شعر نفس کشید و به خصوص پس از مشروطیت ما شاهدان شدیم که شاعران و شعر ایران توانستند خود را از بسیاری از این سموم بپالایند و نسل نو شاعران ایرانی از همون آغاز، از ایرج گرفته تا عارف تا عشقی و بعدها شاملو، اخوان، 99% تن به دین و آیین و مذهب ندادند و آزاد اندیشیدند و آزاد نوشتند. خویی نیز ادامه این حرکت است. از این شاعر بزرگ از زوایای مختلف میشه صحبت کرد، زندگی شخصی اون، زندگی ادبی و هنری او، زندگی سیاسی و مبارزاتی او و بسیار زوایای دیگر. و در زندگی اسماعیل خویی اینها در هم و با هم آمیختند، ما نمیتونیم تفکیک بکنیم. درباره زندگی این شاعر ارجمند بسیار گفتند و باز هم بسیار خواهند گفت. خوشبختانه اسماعیل خویی از عمر شاعرانی است که وزن عظیمی از آثار و نوشته‌های او، کارکردهای او و نیز
چیزهایی که دیگران درباره او نوشتن در اختیار ماست و در اختیار آیندگان خواهد بود تا اون رو برآورد کنند. چه زندگی شخصی او که در سال 1317 در مشهد زاده شد، از مهاجرانی بودند که از آذربایجان به خراسان کوچیده بودند، در مشهد درس خواند، در تهران به دانشگاه رفت و بعد رفت به دانشسرای عالی، تمام کرد، به انگلستان رفت، در لندن در رشته فلسفه دکترا گرفت، بازگشت و در تهران اقامت کرد و ماجراهای فراوان به جرم شورشگری و به جرم عصیانگری و آزادی خواهی مشکلات زیادی پیدا کرد. نخستین ازدواجش با یک بانوی ایتالیایی بود به نام فرانکا که در لندن با او همدست بود و حاصل این ازدواج دو فرزند بود. این ازدواج بعدها به جدایی انجامید و ازدواج دومی کرد که حاصل اون نیز دو فرزند بود و این ازدواج نیز به جدایی انجامید. این زندگی خانوادگیش بود. کار هنری او از سالهای 1335 شروع شد، اولین مجموعه شعر و بعد دومین مجموعه و بعد کارهای فراوان. اسماعیل خویی مانند احمد شاملو به دلیل اندیشه و زبان و نگاهش شاعری است که جغرافیای فکری او فقط در ایران و کشورهای پارسی زبان نیست. آثار او به انگلیسی، روسی، فرانسه، آلمانی، هلندی، اوکراینی ترجمه شده و خود او به دلیل تسلط کامل به زبان انگلیسی مجموعی از شعرهای انگلیسی هم دارد به نام صدای تبعید. زندگی خویی، زندگی شخصیش این چنین بود و بسیاری نکات در زندگی شخصی او هست که در دسترس هست، صحبت کردن و در آینده نیز صحبت خواهد شد. درباره شعر او واقعا بحث جداگانه باید داشت. دنیای شعر اسماعیل خویی بسیار دنیای گسترده ای، شاعری بود بسیار قدرتمند، سنت های شعری رو خیلی خوب می شناخت، زبان فارسی رو خیلی خوب می شناخت و خودش از به نظر من معماران این زبان بود در طول زندگیش. به دلیل اینکه فیلسوف بود، نگاه گسترده ای در زمینه شعر داشت و نیز زبان خاصی پیدا کرده بود که فیلسوف بودن او به او کمک میکرد، ولی او بیش از همه شاعر بود و بالهای یک شاعر رو داشت و فلسفه و فیلسوف بودن پس از شاعر بودن او قرار میگیره. ما اگر شعرهای خویی رو بخوانیم، کارهاشو، حرفهاشو، ببینیم شاعری است کاملا آزاد. در حقیقت اینجا میشه فیلسوف بودن او رو نیز دریافت. کسی که دوستدار فلسفه است و همه قفس ها رو در هم میشکنه، آزاد میکنه خودش رو تا بتواند جهان را بکاود، انسان را بکاود، زندگی را بکاود. و در این نقطه است که اسماعیل خویی ایستاده است. از نظر تکنیک توانمندی او آنقدر بود که هم به زبان کهن، با زبان فردوسی، زبان اسجدی عنصری، زبان منوچهری دامغانی یا ناصر خسرو به راحتی بسراید شعر کلاسیک رو و هم شعر نیمایی رو که به نظر من از نیما هم عبور کرده بود و نیز قالب و سبک ویژه خودش رو
آفرید. کوی کسی بود که آنقدر جلو رفت که نیما برای او حرف آخر نبود. او سنت ها رو می شکست و با احاطه قدرتمندی که به انواع و اقسام قالب های شعری داشت، سبک های شعری داشت، همه اینها رو در هم می آمیخت. هیچ شاعری به نظر من به خوبی اسماعیل خویی موفق نشد که این چنین در هم آمیز از سبک رو و شعر خودش رو همه جانبه بکنه و از نظر سخن و محتوا اوج بده. خود او در مورد شعر صحبت‌های زیادی داره. من جمله میگه شعر همانا گره خوردگی عاطفی اندیشه و خیال است در زبانی فشرده و آهنگین، و شاعرها رو دستبندی میکنه، میگه که عده‌ای هستن که شاعر به دنیا میآیند با خون دل خوردن و آموختن و تلاش کردن شاعرتر میشوند، گروه دوم شاعرهایی که شاعر به دنیا میان ولی درجا میزنند، و گروه آخر کسانی که با دانستن قواعد شعری در حقیقت نازمند، دینش شاعرانه ندارند و شعرشان بیخون است و شاعر نیستند. و خود خویی در ردیف اول قرار داره، یعنی کسانی که شاعر به دنیا میاند خون دل میخورند، جهان رو میشناسند و تا پایان عمر در شاعرانگی خود زندگی میکنند. خویی شاعر بود و مبارز بود. مبارز بودن او از نگاه شاعرانه او در می اومد. او در صف‌بندی سیاسی بدون شک در صفوف گرایش چپ قرار می گیره، ولی تأکید می کنم چپی که پای او روی هویت ملی و میهنی او سفت و محکم است، و این متاسفانه در میان چپهای ما، حالا چه از نوع چپ به اصطلاح مذهبی یا چپ غیر مذهبی، یک مشکل هست. یعنی پایه هویت ملی و میهنی و ایرانیت در اکثر چپ ها به نظر من بسیار ضعیف و این یک مشکل بزرگ ایجاد میکنه. ولی خویی اینچنین نبود. شاید بتوان همتای او رو خلیل ملکی رو معرفی کرد که در عین چپ بودن انسانی بود که میهن خودش رو خوب میشناخت و چراغ اندیشه اون در میهن اون میسوخت. او از پایه‌گذاران کانون نویسندگان ایران بود، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان بود، بسیار تلاش های مبارزاتی در این زمینه داشت. اعتراضات او چه در رژیم قبلی و چه در رژیم آخوندها روشن هست، و همین دلیل اومد به تبعید، و در تبعید چند دهه زیست و سرانجام از میان ما رفت. من تأکید میکنم درباره این چهار ارجمند باید بارها و بارها صحبت کرد، در زمینه شعری، در زمینه سیاسی، مبارزاتی، و خوشبختانه بنزه کافی زندگی او در دسترس است. ولی نکته‌ای که من میخوام اشاره بکنم فراتر از تلاشاش در دوران محمد رضا شاه، که بعد شجاعانه به نقد خود پرداخت و گفت ما ندانستیم چه میکنیم. او شاید تنها کسی است که از میان برجستگان فرهنگی و ادبی ایران جرأت این رو داشت که به نقد خودش برخیزه و اشتباه بزرگی رو که اکثریت
به اصطلاح روشنگران، روشنفکران ایرانی، رهبران گروه های سیاسی مرتکب شدن به نقد بکشه، و این هم ندانستن این که ضدیت با حکومت محمد رضا شاه در افتادن به دامن پلیدترین دشمنان مردم ایران یعنی آخوندهاست، چیزی که نفهمیدیم و نفهمیدند و آمدیم به خیابانها و از سلطنت نه به سوی آزادی و دموکراسی بلکه به سوی خلافت و امامت قرون وسطایی قرنهای دوردست شتافتیم. اسماعیل خویی نیز در آن دوران به تبع اون روحیه شگفتی که در ایران وجود داشت، روحیه اشتباه که دنبال خمینی، درود بر خمینی، او هم کار خودش رو کرد، ولی بعدها این رو به نقد کشید و این یکی از ارزشمندترین کارهای خویی است، بسیار ارزشمندتر از اعتراضش به فتوای قتل سلمان رشدی توسط خمینی و کارهای بسیاری که کرد، دفاعش از گروه‌های سیاسی، نفرتش از اعدام جوانان این میهن، انتقادهاش از حکومت ملایان، شعرهایی که سرود، شعرهای روشن. خویی برای اینکه حرف خودش رو بزنه هیچ ابایی نداشت که خودش رو از سطح یک شاعر قدرتمند مدرن به سطح یک شاعر کلاسیک فرو بکشه و از زبان شاعران کلاسیک که برای مردم قابل فهم بود علیه حکومت آخوندها بسراید و بسراید که با یک دل غمگین به جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست، تا در همه جهان یکی زندان هست در هیچ کدای عالم آزادی نیست. و حرف خودش رو بزنه. ولی شاعری که تا جایی که من خبر دارم بیش از 34 مجموعه شعری منتشر کرد در ایران و خارج کشور، حدود 6 مجموعه صحبت، 4-5 ترجمه درباره او، شاید 10-15 کتاب در مورد کارنامه اسماعیل خویی توسط اهل قلم نوشته شده، و نیز جلسات شعرخوانی، نقدهایی که درباره او شده و بسیاری چیزهای دیگه. ولی من میخوام تاکید بکنم یکی از مهمترین کارهای این شاعر ارجمند نقد اشتباهی بود که رخ داده بود درست پس از سفر این شاعر بزرگ ما. ما شاهد موج تسلیت ها هستیم و احساس اندوه از سفر این شاعر که کار درستی است، ولی اسماعیل خویی نمرده است که مرد خوران، همچنان که صادق هدایت از همکاران و هماندیشان خویی در کتاباش تأکید کرده به مرد خوری بپردازند. کسانی که عشق رو به قول احمد شاملو در تیرک راهبندان بستند و تازیانه زدند در طی 35 سال و تف کردند به چهره عاطفه به بهانه مذهب، به بهانه انقلاب، به نظر من حق ندارند دهان باز کنند و از خویی بگویند. کسانی که سیاست رو بازیچه قدرت کردند، فقط برای قدرت گرفتن، و حتی پس از درگذشت این شاعر
به یاوه دهان باز میکنند و او را انگار از مطربان محفل ملوکانه اونهاست، خلاصه ضد شاه و شیخ میشناسند، یعنی شاه و شیخ رو در کنار هم مینشانند، به نظر من نباید از خویی سخن بگویند. خویی مال اونها نیست. اسماعیل خویی مال فرهنگ پیشرفته، مال اندیشه مترقی و متعالی مردم ایران است و باید به راستی و درستی از او سخن گفت. من اشاره کردم که در کنار کارنامه عظیم و پربار اسماعیل خویی که بدون تردیدی که از برجسته ترین شاعران ایران است، ما در میان نصف اول شاعران بزرگ خودمون اخوان رو داریم، احمد شاملو رو داریم، فروغ فرخزاد رو داریم و یکی دو تن دیگر رو. خویی یکی از اونهاست. در صف اول و با رفتن او تقریبا از شاعران نصف اولی که مورد نظر من است، کسی در میان ما باقی نماند و رفت در کنار شاملوها، در کنار فروغ، در کنار فردوسی به جهان فرهنگ و هنر. خویی شاعری بود که جهان شاعرانه خودش رو ساخته بود و در این جهان جنگید، سالها جنگید. طبیعت سوم خودش رو بعد از طبیعت جغرافیایی میهنش، بعد از طبیعت فرهنگی، بعد از طبیعت این دو طبیعت ساخت و در این طبیعت به سفر رفت. ولی نقطه‌ای که در زندگی اسماعیل خویی توجه من رو جلب کرد، یکی افتادگی و اعتماد به نفس قدرتمند این شاعر بود. من خویی رو یکی دو بار در عرصه تظاهرات دیدم و نیز 10 سال 11 سال قبل بود که با همسرم و تعدادی از دوستان بین جمله مهدی تقوایی و ناهید تقوایی رفتیم به خونه این شاعر ارجمند، درویشوار و دوستانه برخورد کرد. رسم این بود و خودش میگفت کسانی که میخوان به اینجا بیایند خود خلاصه زحمت طبخ و آشپزی رو به عهده بگیرند و مهمان با غذا می اومد و نشستیم و با هم غذا خوردیم. و من شاید برای اولین بار شاهد بودم که خویی کسی است که وقتی ازش درخواست میکنیم که شعر بخونه، با کمال محبت میگفت نه، من میخوام شعرهای شما رو بشنوم. و این برای من بسیار جالب بود و خیلی خوب میفهمیدم که اونقدر به کار خودش اعتماد داره، به شخصیت خودش، که دوست دارد شعرهای دیگران را بشنود، میداند که شعرهای او رو شنیدند. این یکی از نکاتی است که من فراموشم نمیشه. ولی نکته‌ای که میخوام روش تاکید بکنم، قدرت بر اساس همین اعتماد به نفس و این که به خودش مطمئن بود و این که غرور شخصی خودش رو پاسداری نمی‌کرد، اسماعیل خویی درد مردم رو پاسداری می‌کرد، درد میهن رو پاسداری می‌کرد. بلایی رو که بر ایران نازل شده بود می نگریست و خون دل می خورد. اینجاست که می بینیم که او شاید نخستین کسی باشد که دست روی درد گذاشت و اشتباهی رو که در سال 57 ما مرتکب شدیم به نقد کشید. هنوز که هنوز بعد از 40 سال
شما چند نفر رو پیدا میکنید که در کنار نقد دوره محمد رضا شاه و رضا شاه دست روی نقاط مثبت این دوران بگذارند و در یک مقایسه تاریخی این دوران ننگینی رو که ما میبینیم ایران دچار شده با دوره پهلوی مقایسه بکنند و متوجه باشند که چه کردند و چه کرده ایم و سرزمینی رو چگونه ما نیز به سهم خود به تاریکی کشاندیم. من بارها تأکید کردم که آری باید حکومت ها رو نقد کرد. در بحثی که من مدتی شروع کردم به نام هویت ملی، برخی دوستان فکر میکنند که بحث این است که تمام چیزها نادیده گرفته شه و فقط به نقد کشیدن دوران اسلامی ما دوره مثلا خشایارشا رو نبینیم، دوره نمیدونم داریوش رو نبینیم. مسئله این نیست، مسئله شناخت واقعی تاریخ ایران است و این که درد ما چیست و ما از کجا به کجا رسیدیم. ما نخست باید هویت خودمون رو پیدا بکنیم و بعد این هویت رو به نقد بکشیم، هویتی که متعلق به ماست. الان ما درگیر با هویتی هستیم که مال ما نیست، هویت اسلامی. امامان شیعه مال ما نیستند، مال تاریخ ما نیستند، توسط آخوندها به ما تحمیل شدند. و این عدم درک یکی از مشکلات تئوریک چپ ایرانه. یعنی در دوره محمد رضا شاه، در دوره پهلوی، درست این یک دوره از مشروطیت در افتادن با ناصرالدین شاه موجب شد که صفی از روشنفکران خوب ما تو یک دوره با آخوندها همجبه بشن. بعد از جنبش تنباکو شاه باید برود، شاه باید محدود شه و در دوره پهلوی دوم این مسئله با شدت بیشتری تکرار شد. دشمنی با محمد رضا شاه، عدم شناخت هویت ملی، عدم شناخت درد اصلی که ملاست در کمینگاه تاریخ، موجب شد که مملکتی که در هر حال قابل مقایسه با این کثافتی که الان بر ما حکومت میکنه نبود، به دامن یک مش آخوند دزد جنایتکار پست فطرت ضد ایرانی بیفته. و 43 سال تمام است که ملتی رو در ورطه هلاکت و بیچارگی قرار دادند. خب مردم به تبع نمایندگان فکری خودشون اومدن جلو، به تبع شاعران، نویسندگان، به تبع جبهه ملی، به تبع نهضت آزادی. چه کسانی این حکومت رو در آغاز چارچوباشو برقرار کردن؟ کدام احزاب و گروه ها؟ چه تعداد از روشنفکران و احزاب سیاسی حمایت کردند از خمینی؟ خب اشتباه کردیم، ولی دردی دیگر، دردی بزرگتر در کنار این هست که این اشتباه به نقد کشیده نشد. و تا این اشتباه به نقد کشیده نشود ما نمیتوانیم واقعیت رو بفهمیم. و یکی از دلایل عدم اتحاد ما احزاب و گروه همینه. همچنان ساز دوران قدیم رو داریم میزنیم، همچنان در حالی که آخوندها بر ایران حاکمند و محمد رضا شاه سال هاست که تن به خاک سپرده است، بحث ما آقا دوران پهلوی این چنین بود، استبداد همچنان بود. در حالی که یک نقد درست و بررسی بر روی میز نیست که آقا با این استبداد ما آزادی های مدنی داشتیم، ما شاعران اونو داشتیم، نویسندگان اونو داشتیم، ادبیات ایران داشت رشد میکرد، مملکت در حال زوال و متلاشی شدن نبود. دانها بسته است. دفاع از غرور شخصی، دفاع از اون جامعه‌ای که به عنوان ایدئولوژی یا حزب روی خودمون انداختیم، راه رو بر دفاع از میهن و ملتی
رنج دیده بسته است. اینجاست که ما می توانیم دلاوری اسماعیل خویی رو در نقد گذشته خودش ببینیم. جایی که سرود با یک دل غمگین به جان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست، تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست. شاعری که به دلیل سرتافتن از بسیاری چیزها در دوران مامرزاشاه نیز کشته نشد، ولی مورد فشار قرار گرفت و مبارزه کرد، ولی وقتی که حقیقت رو میفهمه، وقتی که میرسد به جایی که شعر خودش رو از اون شعر فلسفی نیرومند میخواد در اختیار جامعه قرار بده، میسراید کیست آخوندان که کشتن این زمان کارش بود، ور مقام او به مردم رنج و آزارش بود. او فقیه و قاضی شرع و سیاست پیشه ایست، که فریب مردمان آغازه کارش بود. پس چو بر مردم حکومت یافت، حکم افزارها جوخه اعدام و کند و چوبه دارش بود. الی آخر. این قصیده یکی از قصاید ساده و بی پیرایه اسماعیل خویی است که در ادامه سفر در شعر محصور نمیشه. در سال 2012 نامه ای نوشت که با این تیتر شروع میشد: شاهزاده آزاده و آزادی خواه آقای رضا پهلوی، درود بر شما. ببینید، اینجاست که من در مقابل اسماعیل خویی سر تعظیم فرود بیارم. اسماعیل خویی یک شاعر چپگرا بود و تا پایان عمرش هم چپ باقی موند. چپ به معنای واقعی، چپ به معنای چپی که پاش روی هویت ملی و میهن پرستی سفته. و به دلیل همین ویژگی است که وقتی میبینه در خارج کشور بعد از 30-40 سال شاهد یک اتحاد نیستیم و همه در این پیر میشیم و تک تک روانه گورستان ها میشیم و میهن در خطره، این نامه واقعا به جا ماندنی خودش رو که باید این نامه رو خوند می نویسد و با کلام شاهزاده آزاده و آزادی خواه. کسانی که مردخورانی که قصد دارند که اسماعیل خویی رو کسی بدانند که شاه و شیخ رو کنار هم میذاره، این چنین نیست. شاعر بزرگ ما درد رو میفهمید و پیشنهاد میکنه که نهادی به نام شورای ملی ایران ایجاد بشه و میگه ترس خودش رو در نامه خود به دکتر پرهام نوشته و در ازای 10 سال به اون فکر کردم و می نویسد: برای من روشنتر از آفتاب است دیگر که شما شاهزاده نیز اگر نمی بودید، تنی از پیشروترین و روشنبینترین روشنفکران امروزین ایران می بودید و از بختیاری ماست که چنین است، چرا که از والا گوهران نمی توان خواست که هیچ آدابی و ترتیبی نجویند، اما از روشن فکران میتوان چشم داشت که سنت شکن نیز باشند. اگر این چنین نمی بود، من هرگز به خود حق نمی دادم تا با شما از پیشنهاد یا درخواستی سخن بگویم، که پیشا پیش می دانم بسیاری از هوادارانتان تا به شنیدنش را نخواهند داشت. این نامه رو باید خوند. از ترمایی که اسماعیل خویی به کار گرفته، من جمله یه در آستانه بنیاد گرفتن شورای ملی ایران در پیوند است با گرهی که از سالها پیش در کار اپوزیسیون فرمان فرمایی آخوندی افتاده است و از آن را
در برابر این فرمان فرمایی دزد و دغل و آدم خوار بدل کرده است. از مجاهدین که بگذاریم که خود از همگان گذشته هم انگار این اپوزیسیون طیف گسترده اما کم جرفا و پراکنده است. از به طور کلی شاه گرایان و جمهوری خواهان که با یکدیگر که هیچ حتی در میان خود نیز از اتحاد انگار تنها یاد گرفتن که سخنش را بگویند، آن هم نه در هم نشینی با یکدیگر بلکه از همان دور. چرا چنین است؟ دست میذار روی درد، دست میذار روی شناخت خودش از گروه ها، از مجاهد، از فدایی. و بعد بیهوده نیست که واجه های شاه اللهی، مصدق اللهی، چپ اللهی و مانندهایشان پدید آمدند. قانون ظرف های به هم پیوسته انگار در این زمینه نیز کار خود را می کنند. و سرانجام می گوید نه، هنوز نرسیده از دورانی که مادران از پیشتاز، از قهرمان، از رهبر بی‌نیاز باشیم. و اینجاست که میرسم به شما شاهزاده. شما خوشبختان مردم سالاری، حقوق بشر و بایستگی جدایی دین از فرمان روایی را باور می‌دارید، یعنی که به راستی سیاستمداری پیشرو و امروزینید. افسون بر این خوب رو و خوش سخنید و پیگیر و خستگی ناپذیر و خیشتندار و شکیبا و شنوا در گفتگو. و این همه را گمان می کنم کسی از جمهوری خواهان باشد که نداند و دستکم در دل خودش نستاید. بعد اشاره می کنه پیشینه دیرین و پشتوانه سنگینی از شاهنشاهی که شما را در میان همگان یگانه و بی همتا می کند. می بینید. این آمار باید خوند. وقتی که ما میخواییم اسماعیل خوری احترام بذاریم، باید به نگاه سیاسی او نیز احترام بگذاریم، به شناخت اون، و باید بفهمیم که او در این جهان بیدردی خارج کشور به نظر من، همه بیدرد نیستن ولی بیدردن بسیارن، نه مردم عادی، نه مهاجران، اتفاقا سیاسیون، 40 سال گذشته، یک نقد درست، یک اتحاد درست در دستم گذاشتن، دست ها رو ما شاهد نیستیم. به لاجرم یکی از برجسته ترین ستون های فرهنگی ما میرسه به این نقطه، اونم در عالم تنهایی و با شهامت تمام حرفش رو بیان میکنه و میگوید مرا ببخشید که چنین بی پرده سخن میگویم، ناگزیرم، چرا که سخن بر سر آینده ایران و ایرانیان است. نگرانم، هراسانم، به هم نپیوستن آزادی خان ما میتواند به از هم گسستن جغرافیا و تاریخ ما بیانجامد. درود بر خویی. کدام یکی از رهبران اپوزیسیون اصلا مهمه براشون که تاریخ جغرافیای ما پراکنده بشه؟ ببینید این یه شناخته. اسماعیل خویی ستون عظیمی بود و هست، و من که در دنیای سیاست و شعر یک ذره کوچک هستم نیز این رو میفهمم. و پس از سالها جنگیدن و از دست دادن همه چیز تو این قربت بی پیر، به قول خویی، بی در کجا رنج می کشم که به دنبال چه آمدیم. و هنوز با چه خیالی دلخوشیم؟ با کانونهای شورشی که وجود دارند یا ندارند؟ با به جای جنگیدن با آخوند پس فطرتی که میهن رو به باد داده، با یک زندانی سیاسی سابق ایرج مستاقی، طاغوت اصلی شده او، هی اطلاعیه بدید. دائم پرونده سازی بکنید. به اصطلاح بزرگترین و متشکلترین اپوزیسیون. اینجاست که خویی رو ما میبینیم.
دردش از هم گسستن جغرافیا و تاریخ ایران و نابودی ملت ایران است و اینجاست که صداش با شهامت بلند میکنه. امیدوارم آقای رضا پهلوی ظرفیت شناخت این فریاد رو داشته باشه که به نظر من دارد، که بداند یک شاعر چپ، یک ستون فرهنگی بزرگ ما که تنهاست، دهان گشوده است و می نویسد شما اید تنها، شما در این چرخشگاه تاریخی که می توانید سرزمین و مردمان ما را به راهی ببرید که آرزوی همه ماست و نه کسانی که هنوز به دنبال اسب حضرت عباس و رقیه و زینب و نمی دونم از این حرف هستند و اصلا تاریخشون رو نمی شناسند. اینجاست که من بدون آن که اسماعیل خویی شاعر و فیلسوف رو گم کنم، چهره پردرد رو به عنوان یک مبارز و یک میهن پرست و یک چپی که میفهمد و سطحی نیست، می نگرم که شجاعانه میگه پدر بزرگ شما رضا شاه از جمهوری خواهی آغاز کرد و به سوی پادشاهی رفت، شما میتوانید از پادشاهی به سوی جمهوری خواهی بازایید. رضا شاه فرزند زمانه خود بود. چند نفر از روشنفکران مجرد دارن اینطوری حرف بزنند. چند روز قبل 4 ماه می سالگرد درگذشت ناپلئون بود. ناپلئون بسیار کشورها رو تسخیر کرد. 22 میلیون کیلومتر مربع مستعمره درست کرد. میگن حدود 3 میلیون نفر در جنگ‌های اون کشته شدند. جمهوری فرانسه رو تو یک دوره به امپراتوری تبدیل کرد. ولی وقتی از اون یاد می‌کردند، یه فیلم مستندی ساخته بودند که من نشستم و تماشا کردم. هم او رو به نقد کشیدند و هم او رو به عنوان یک چهره باعث افتخار فرانسه بررسی کردند. ولی ما گروه های سیاسی، مجاهد، فدایی، ملیگرا، مذهبی نوگرا، چقدر واقعا تاریخ خودمون رو میشناسیم و جرأت داریم؟ دنبال این افتادیم آقا، از اول 4 آیه تو قرآن که ملوک که وارد قریه میشوند فساد ایجاد میکنن دنبال این افتادیم. بعد از 40 سال تو اروپا زیستن به هیچ وجه تکون نخوردیم و باز هم همون آش است و همون کاسه و نمیتوانیم بفهمیم که باید نقد کرد و باید فهمید که رضا شاه به قول خویی فرزند زمانه خود بود. بادا و شادا که شما نیز فرزند زمانه خود باشید. این نگاه این مرد بزرگ است. شجاعانه باز در ادامه مطلبش می‌نویسه من به جد میگویم شاهزاده شما را با دانش و بینش امروزین و شخصیت مردم پسندی که دارید شایسته این میدانم که نخستین رئیس جمهور آینده ایران باشید. ریاست جمهوری شما با پادشاهی چندان فرقی هم نخواهد داشت، چرا که در شرایط فرهنگی اجتماعی کنونی ما ریاست جمهوریتان کم احتمال نیست که برای همه اون باشد. ببینید، من این رو که در 10 اوت 2012 میلادی امضا کرده اسماعیل خویی بی در کجای لندن و 9 سال بعد از اون به سفر رفت به عنوان یکی از درخشانترین کارهای اسماعیل خویی میبینم. میشه نقدش کرد، ولی کسانی که میخوان از اسماعیل خویی صحبت بکنند از مردخوران گرفته تا کسانی که مردخور نیستند و دوست دارند به ستایش این شاعر بزرگ ما بپردازند، قبل از همه باید این نامه او رو به نقد کشند.
و شوخی که نداریم که. یک شاعر بعد از حدود 60 سال کار هنری و سیاسی و 30-40 سال قربت تبعید بودن، داره به فرزند پادشاه پیشین که به قول اکثر سیاسیون وابسته به طاغوت بود و فلان بود و چنان بود و پولهای مملکت رو برده بود و از این حرفا، داره پیشنهاد میکنه که شمایید که میتوانید ایران رو از گسستگی نجات بدهید. باید این رو نقد کرد. اگر توانستیم نقد بکنیم و به کناری بزنیم که فبهل مراد، و اگر نه کمی شجاعت بیاموزیم که خطر رو دریابیم و بدانیم که این کار خویی که از درخشانترین کارهای او در طول زندگی او بود، بگذارید فردا مرد خورها مرا نیست که در نزد بزرگی چونو کسی نیستم، مثل گذشته بارها آستان بوسام نمیدونم آستان شاه و شیخ اینقدر گفتند که خسته شدند، بدانند. ولی سخن این است، یا اطلاعاتونو پاک بکنید یا قبل از همه چیز این سند سیاسی رو به نقد بکشید و بگویید چرا یکی از بزرگترین شاعران ایران. در آینده اگر فرصت شد، بسیار کسانی که داناتر از من هستند، بیشتر خویی رو میشناسن، از او خواهند گفت. من هم اگر عمری باقی بود از دنیای شعر و شاعری و نگاه فلسفی او و چیزهایی که از او آموختم خواهم گفت. ولی میخوام تاکید کنم یک شانس نقد این نامه، یک شانس به هر حال. یا این نامه رو نقد میکنید و علل سقوط و اضمحلال سیاسی این شاعر بزرگ ما رو و فیلسوف ما رو و مبارز سیاسی ما رو به عیان آشکار میکنید تا بقیه بدانند، یا اگر نه درس بگیرید از درد این شاعر و از بیدردی به درایید. همه در پی قدرت. لاف مولا نصرالدین. ایران در معرض چه چیزی است که نیست؟ فحشا، فساد، دزدی، فقر. چرا ما متحد نیستیم؟ چرا به جای جنگیدن با آخوندهای پست فطرت 80% نیرومون به خاطر این صرف میشه که تو سر و مغز هم بکوبیم؟ حتی تأکید میکنم خود من به عنوان یک تبعیدی، به عنوان یک شاعر و یک نویسنده، متنفرم از این که مجبور میشم کسانی رو که من رو مزدور وزارت اطلاعات میدونن با بیشرمی و وقاحت و بیشرافتی تمام قلم روی کاغذ بذارم به صحبت بکنم، برای که انرژی من در نبرد با اینها به نفع آخونداست. برای که من به عنوان یک شاعر کوچک باید با آخوند بجنگم، ولی وقتی خروارها کاغذ رو به سر من میریزن و بدترین اتهامات رو، خب من مجبور میشم که نه به خاطر خودم بلکه دفاع بکنم و بگویم کسانی که ادعا دارن میخوان مملکت رو با آزادی برسونن هنوز به حاکی بند نرسیده این چنین عمل میکنند. درد اینجاست. یا باید این رو نقد کرد، یا باید فهمید و در مقابل اسماعیل خویی سر تعظیم فرود آورد و از او آموخت، از این شاعر بزرگ که از میان ما نرفته زنده تر از همیشه است. من راجع به مرگ مدت ها قبل، 10 سال قبل یه صفحه در وبگاه خودم باز کردم، شاید بیش از 30-40 شعر کوتاه و بلند رو در مورد مرگ نوشتم، برای اینکه معتقدم مرگ نیز یکی از ابزارهای دست آخوندهای پست و بیشرفی است که با ترسوندن انسانها از مرگ زندگیشون رو ازشون گرفتند. روی این زمینه به خصوص با کمک گرفتن از اندیشه امثال خویی بسیار اندیشیدم. خویی آزادتر از همیشه، نیرومندتر از همیشه در کنار ماست. 90% زندگی ما رو رفتگان ما ساختند، اندیشه های ما رو
کسانی ساختند که در میان ما نیستند. از مارکس گرفته تا انگلز، تا هگل، تا اسپینوزا، تا زکریای رازی، تا خیام، تا فردوسی، تا نیما، تا اسماعیل خویی. اندیشه ما رو کیا ساختند؟ شما دستاوردهای رفتگان رو اگر حذف بکنید 90% ذهن ما توهیست. خانه های ما رو کیا ساختند؟ غذاها رو کیا اختراع کردند؟ لباسها رو کیا طراحی کردند؟ ما داریم از دستاورد رفتگان استفاده میکنیم. زندگی یک تداوم هست. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. از این تداوم نباید ترسید. اگر مرگ نبود زندگی وجود نداشت. و درباره خویی من شعری که در مورد ساعدی همکار و دوست ترجمان خویی سرودم سالها قبل، چند خطشو بیاده خویی میخونم. نه با 7 سالگان و 700 سالگان یا 7000 سالگان که با تمام زمان به خواب اندر یا همسفری، به خواب اندر و همسفر با تمام هستی و نیستی، به هیچ اندوهی و آرزوی و آن همه دقدق و انتظار در پشت پیشانی دردناک و چشمان نگراند و جدا از جهان و آدمیانی که ابتذال و حقارتشان و کوتاهی پیشانی و درازای زبانهای فرسوده فرزانگانشان بیش از دشنهای زهرناک درشت ستم تو را می آزرد و می گذشت. خویی با ماست، در کنار ماست، با ما تنفس می کنه. نیرومندتر از همیشه است، زنده تر از همیشه است و ما نیز روزگاری خواهیم رفت. امیدان که بتوانیم اندکی مثل اسماعیل خویی که من تأکید میکنم بدون تعارف، مجموعه زندگیش یکی از پربارترین زندگی هایی بود که ما شاهد بودیم. این اواخر گویا گاه سکوت میکرد ولی کار خودش رو کرده بود. کسی بود که موفق شد تاریکیه رو بشکافه. کسی بود که تا پایان عمر چپ بودن خودش رو حفظ کرد، در شعرش، در اعتراضش، در جنگیدنش، در سرفرود نیاوردن در مقابل آخوندها. بسیاری سرفرود آوردن. سوال اینه، در زمان محمد رضا شاه چقدر علیش سرودند؟ به سرای تا که هستی که سرودن از بودن، نفسم گرفت از این شب، در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن. احزاب همه جنگیدند، مجاهد، فدایی، نهضت آزادی، جبهه ملی، نواندیش، مهندس بازرگان، حبیب الله پیمان، برخیشون رژیم کش، دکتر سامی. این رژیم که 100 بار اصلا قابل مقایسه نیست، جنایتکارتر و خونریزتر از رژیم محمد رضا شاه است که پرمون فرشته بود. در آن رژیم ما تجربه کردیم، هم دانشگاهش و هم بیمش و هم شلاق ساواکش رو، ولی در همون ساواک حساب کتابی در کار بود. در همون ساواک یک وکیل به آدم میدادن تا دفاع بکنه تو دادگاه نظامی از آدم، ولی بعد از 30 سال مبارزه در کنار فلان سازمان سیاسی قابل مقایسه با ساواک نیست. همسر مطلقه 30 سال قبل تو رو میارن پشت تلویزیون که به تو بگه که تو عضو وزارت اطلاعات هستی. سوال اینه، به چه دلیلی نمی جنگید،
مانند دوره محمد رضا شاه علیه این حکومت پست و پلید. چرا برای این حکومت خامنه‌ای و خمینی نمی سرایید؟ بیشه خاموش و گیاهان همه بیشه دلگیر و گیاهان همه خاموشانند. لاله ها آینه خون سیاوشانند. نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن. امثال استاد ارجمند جناب شفیع کدکنی. چرا در کنار حالو و استاد دادکوبه نیستند؟ در کنار اسماعیل خویی. چرا سازمان های چریکی که زمان شاه جنگیدن الان سرکلشون پیدا نیست؟ تو خارج کشور فقط تو سر و کله هم زدن. آقا بنده چپم، اون یکی راسته، نمیدونم یکی شاهیه. قهوه‌مون رو بخوریم، چایمون رو بخوریم و پیر شویم و یکایک در دهان گورستان های غربت فرو برویم و یک بار شاهد متحد شدن نباشیم و کلام دردناک اسماعیل خویی رو نشنویم که میگه خطر پراکندگی تاریخ و جغرافی های ایران در میان است و فقط وقتی مرد میگه ما شاعری بود که با شاه و شیخ درگیر بود. بعد چی؟ چند سال دیگه نوبت خودتونه. به یادگاری که در تاریخ از ما باقی خواهد ماند کدام است؟ اینجاست که من تأکید می کنم که باید نخست بیاد این شاعر گرامی شعر شمس تبریزی رو خوند یا شعر مولانا رو بیاد خویی که میگه بازی بودم پریده از عالم راز تابو که برم ز شیب سیدی به فراز اینجا چون نیافتم کسی را دم ساز زان در که بیامدم برون رفتم باز و در پایان باید برویم به سراغ خیام بزرگ بیاد این شاعر شعر وحشی رو زمزمه بکنیم وحشی بافقی رو می در قدح کنید رفیقان و گل به جیب رسم عزای ما نه گریبان دریدن است شاد باشیم که خویی رو در کنار خودمون داریم و با شعر خیام از اون یاد کنیم و بیاد اون بسراییم با جامی از می یاران به موافقت چو دیدار کنید یاران به موافقت چو دیدار کنید باید که ز دوست یاد بسیار کنید چون باده خوشگوار نوشید به هم نوبت چو به ما رسد نگونسار کنید بیاد این استاد ارجمند که زنده است او رو زنده بداریم بیاد او جامی باده خوشگوار بنوشیم و صدای درد او رو بشنویم و دست در دست هم بگذاریم درود بر اسماعیل خویی که در کنار ماست که نمرده است و نخواهد مرد در کنار ماست و ما شاهد رستاخیز نیرومند شعر و اندیشه و شهامت و درد زنده او در آینده خواهیم بود درود بر او باد